شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در ایران به 90 نفر رسید. سازمان هواشناسی کشور از احتمال تداوم بارش‌ها و سیلاب‌های ناگهانی در 8 استان خبر داده و در 9 استان دیگه هم طوفان گرد و خاک پیش بینی کرده. مسعود ملک گزارش میده. بیا پایین. باران‌های فصلی و سیل و سیلاب ناشی از آن در ایران که از نزدیک به یک هفته پیش شروع شد، تلفات و خسارات قابل ملاحظه‌ای به جا گذاشته است. ده‌ها تن بر اثر جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی جان خود را از دست داده یا ناپدید شدند. بعضی مناطق بعد از عبور سیلاب‌ها در گل و لای مدفون شدند. روزنامه شرق روز چهارشنبه در یک گزارش میدانی از برخاستن بوی تعفن در فضای باز امامزاده داوود خبر داد و نوشت بو همان بوی متروپول است. بوی اجسادی که چند روز است پیدا نشده تمام محوطه را برداشته. وزارت بهداشت از شناسایی ده‌ها مورد قطعی ابتلا به وبا در ایران خبر داده و مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر این وزارتخانه می‌گوید افزایش موارد بیماری‌های گوارشی از جمله وبا در پی سیل‌های اخیر بعید نیست. ابراهیم قادری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت جاری شدن سیل ممکن است سبب نفوذ فاضلاب به منابع آب آشامیدنی و آلودگی احتمالی چاهای آب مناطق سیل زده بشود. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، بارندگی‌های شدید روزهای اخیر در 25 استان کشور سیل و سیلاب به راه انداخته و بعضی مناطق و روستاها را محاصره کرده است. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از سازمان هواشناسی از احتمال سیلاب ناگهانی در 8 استان و وقوع طوفان گرد و خاک در 9 استان ایران خبر داد. سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدارهایی از شهروندان خواسته از رفت آمد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها صعود به ارتفاعات و فعالیت در فضای باز اجتناب کنند و خودروهایشان را در زیر یا کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره پارک نکنند.